رویداد پیک پرفورمنس اپل چی بود چی شد و چی معرفی شدن سلام ایروان مالتون خوب عالی باشه من شاین هستم و امروز میخوام به این رویداد بپردازم پس بدون مقدمه بریم سراغش تو این رویداد اپل یه سری محصولاتی معرفی کرد که بعضیاش خب زیاد جذاب نبود یا شاید برای یه سری افرادی مثل من زیاد سرگرم کننده و جذاب نبود اما یه سری محصولاتی هم معرفی شد که واقعا جذاب بود و مخاطب رو محو می‌کرد اپل از اینجا شروع کرد تیم کوک روی صحنه اومد و با اپل تی وی پلاس رویداد رو زد. So let's start with Apple TV+. در مورد فیلم و سریال های جدید این شبکه توضیح داد و سراغ لایو گیم های جدید بیسبال رفت. بدون وقفه سراغ آیفون رفت و از رنگ جدید آیفون 13 و 13 پرو رو نمایی کرد رنگ سبز آلپاین این رنگ هم روز 18 مارچ به بازار عرضه میشه که حدودا 7 روز دیگه میشه اما خب تا این سم برسه یه مقدار طول میکشه اما قضیه به همینجا ختم نشد چون اپل سیلیکون برنامه ویژه برای معرفی یک آیفون میارده داشت آیفون SE ای. میارده با پردازنده پرچمدارها آیفون SE ای جدید با تراشه A15 ای 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 معرفی شد اما این تنها قابلیت اون نبود چرا که توی این نسخه از آیفون SE قابلیت 5G هم به اون اضافه شد باتری بهتر در کنار قابلیت های جدید عکاسی مثل اسمارت HDR4 و کم شدن نویز موقع فیلمبرداری حتی در نور کم آیفون SE توی بخش بدنه و دیزاین حرفی برای گفتن نداشت و طراحی اون دقیقا مثل نسل قبلش بود طراحی شبیه آیفون 8 اما هنوز خیلی از کاربران هستن که گوشی جمع و جور ولی با کیفیت و قدرتمند رو میخوان و این گوشی هم دقیقا برای اونا ساخته شده درسته که طراحی اون تغییری نکرده اما به لطف تراشه a 15 عملکرد اون توی سی و پردازنده گرافیکی بهبود پیدا کرده و نسبت به نسل‌های های قبلش سریعتر شده آیفون SE هم از چند وقت دیگه به بازار عرضه میشه اونم با یه قیمت خیلی مناسب 429 دلار برای آیفونی که پردازنده جدید باتری بهتر و کلی قابلیت دیگه داره میتونه پیشنهاد خیلی خوبی باشه قسمت بعدی که اپل تو این رویداد به اون اشاره کرد آیپد ایر بود آیپد ایر جدید با پردازنده ای اموان آیپد تو این چند ساله عملکرد خیلی بهتری نسبت رقبا داشتن و این دقیقا یه نمونه از همون خانواده است که به تازگی با چیپ انوان معرفی شده. باتری و صفحه نمایش تو این آیپد مثل نسل قبله اما به لطف چیپ انوان عملکرد اون 60 درصد سریعتر شده. علاوه بر یه دوربین 12 مگاپیکسلی داره 5G و حالا به خاطر چیپ انوانش تاندربولت رو هم ساپورت میکنه آیپد همیشه هم انتخاب خوبی برای ها بودن آیپد جدید هم از اپل پنسل و مجیک کیبورد ساپورت میکنه و میتونید اونا رو جداگانه تهیه کنید آیپد ایر هم با رنگ جدید آبی و با قیمتی 599 دلاری قرار به بازار عرضه بشه حالا که اپل پای چیپ انوان رو با آیپد هم باز کرده بود وقتش بود که از یه چیپ جدید و قدرتمندتر رو نمایی کنه تا حالا چیپ انوان اموان، پرو و اموان مکس به بازار معرفی شده بودن و اینجا بود که اپل از آخرین و قدرتمندترین چیپ ست خانواده انوان رو نمایی کرد اموان اولترا <applause> چیزی که من فکر کردم قرار معرفی بشه خب یه چیپست جدیده یه مقدار قابلیتاش بیشتره عملکرد پردازشش بیشتره و تمام ولی چیزی که اونا معرفی کردند واقعا همه رو میخوب کرد M1 Ultra فقط یه چیپست نیست بلکه دو تا چیپست و اینجا بود که اپل اومد از چیزی پرده برداشت که فقط و فقط خودشون خبر داشتن حتما اسم M1 Max رو شنیدین قوی ترین چیپست اپل البته تا همین چند روز پیش اما چیزی که اونا ازش رونمایی کردند، این بود که دو تا m میتونند Max میتونن به همدیگه متصل بشن و با این کار M1 Ultra رو تشکیل بدن و اسم این قابلیت جدید رو هم Ultra Fusion گذاشتن که از لحاظ قدرت و سرعت این پردازنده واقعا هیولاست m سی پی CPU 20 هسته ای و پردازنده گرافیکی 64 هسته ای داره دقیقا دو برابر چیزی که در انوان مکس دیدیم این پردازنده از 104 میلیارد ترانزیستور استفاده میکنه و تا رم 128 گیگ رو ساپورت میکنه اپل ادعا میکنه انوان اولترا از بهترین و گرونترین کارت گرافیک داخل بازار یعنی انویدیا RTX C90 هم سرعت و عملکرد بهتری داره اونم در حالی که 200 وات برق کمتری مصرف میکنه اما به چالش کشیدن بهترین های بازار به همینجا ختم نشد و اپل انوان اولترا رو با اینتل i9 12900K به همراه رم های DDR5 مقایسه کرد و گفت که نسبت عمل کرد به برق مصرفی انوان اولترا 90 درصد بهتر از جدیدترین پردازنده ای اینتل استش اما نظر شما چیه به نظرتون واقعا انقدری که اپل میگه انوان اولترا قویه نظرتون رو توی کامنت ها برام بنویسین. به نظر من نمیشه از روی بنچمارک گفت که این پردازنده 90 درصد سریع تره چون نمودار عمل کرد و سرعت پردازنده رو به تنهایی مقایسه نکرده بود بلکه نسبت عمل کرد به برق و توان مصرفی بین این دو پردازنده رو مقایسه کرده بود اما در کل چیزی که نشون میده اموان اولترا یک پردازنده قدرتمنده که اومده تا رقبا رو به چالش بکشه و اما بریم سراغ آخرین محصولات این رویداد مک استودیو و استودیو دیسپلی این دو محصول ابزار معمولی نیستن و دوتا از پیشرفته ترین و قدرتمندترین محصولاتی هستند که افراد حرفه‌ای توی زمینه طراحی و تدوین از اون استفاده میکنن. اول از همه مک استودیو یک کامپیوتر جمع جور به عبادت هفت و به ابعاد 7 و 7 در 3 و اینچ اما با این ابعاد کوچیک خیلی قدرتمنده و از پس رندرهای 8K به راحتی برمیاد سیستم کولینگ اون هم جوری طراحی شده که بتونه قطعات داخلش رو حسابی خنک نگه داره قیمت پایه برای مک استودیو با چیپ انوان مکس 1999 دلار و با چیپست قدرتمند و انوان اولترا قیمت اون از 3999 دلار شروع میشه که دستگاه خیلی قدرتمند ولی در عین حال خیلی گرونه ولی دستشون درد نکنه قیمت رو روندش نکردن گذاشتن یه دلاری ما این وسط سود کنیم برای سیستمی با این قدرت و عمل کرده والی باید یه دونه صفحه نمایش خوبم در نظر گرفته بشه و چی بهتر از استودیو دیسپلی این صفحه نمایش 27 اینچی 5K بدنه ای از جنس آلمینیوم داره و یه وبکم 12 مگاپیکسلی هم در بالای اون قرار گرفته علاوه بر اینا اسپیکرای اون از دالبی اتموس پشتیبانی میکنه که این اسپیکرها در زیر صفحه نمایش تعبیه شده و میتونه کیفیت صدای فوق العاده ای رو به شما بده قیمت پایه این صفحه نمایش فوق العاده هم 1599 دلاره خوبه دیگه یه دلار این وسط سوده استودیو دیسپلی سه تا آپشن دیگه هم داره مثل گلس نانو یه استند با قابلیت تنظیم ارتفاع و یه مانت برای پایه بازویی جالبه که این اکسسوری هم خیلی گرونن و به طور مثال همون استندی که قابلیت تنظیم ارتفاع رو هم داره قیمتش 400 دلار. خب کتاب چه مشکلی داره برای تنظیم ارتفاع؟ چند تا روی همدیگه میذاری و ارتفاع رو به دلخواه خودت تنظیم میکنی دیگه هم نیاز نیست 400 دلار پول بدی. خب اینم از رویداد اپل و تمام محصولاتی که داخل اون معرفی شدن. امیدوارم که از تماشای این ویدیو لذت برده باشین و خوشحال میشم که این ویدیو رو لایک و سیوش کنین، اون رو برای دوستانتون هم بفرستید و کانال من رو در اینستا و یوتیوب فالو و سابسکرایب کنین. و ممنونم که تا اینجا این ویدیو همراه من بودین. من شایان هستم و تا ویدیوهای بعدی بدرود.